دوستان خسته نباشید، وقتتون بخیر. جلسه 79 از کتاب استودیو ده در مقطع آتسوای رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار انجام بدید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. اما بیدرنگ میریم سراغ آغاز درس 11 هم. Mit allen Sinnen. یعنی با همه احساس ها، با همه اون حواس پنجگانه. Gesicht lesen. خوندن صورت. Nummer 1. Emotionen. احساسات. Können Sie die Fotos den Emotionen zuordnen? میتونید عکس ها رو بر اساس احساسات مرتب کنید. Die Freude. sich freuen. Freude اسم sich freuen هست. die Freude یعنی شادی، sich freuen یعنی شاد شدن، شادی کردن، خوشحال بودن. die Angst ترسیدن، Angst haben ترس داشتن. einen Schreck bekommen یعنی یک چیز بد رو گرفتن، یک احساس بد رو گرفتن. sich erschrecken باز هم همون معنای Angst haben رو میده، یعنی ترسیدن. die Wut یعنی عصبانیت، خشم. wütend sein خشمگین شدن. der Ärger sich ärgern که در کتاب قبلی در موردش داشتیم، یعنی عصبانی بودن über etwas در مورد چیزی. der Ekel تنفر. etwas eklig finden این در مورد یک چیزی تنفر داشتن. sich ekeln vor etwas یعنی از چیزی متنفر بودن. این حرف اضافهش رو برای etwas ببینید، با این مقایسه کنید. über etwas. die Trauer غمگین. traurig sein غمگین بودن. trauern etwas weinen غمگین بودن در مورد چیزی، اشک ریختن. Emotionen ausdrücken. Ebraz ehsasat. Lesen Sie Sätze, welche passen zu den Fotos. Sprechen Sie die Sätze nach. Yani dar morede jomalat sohbat konid. Emotionen ausdrücken. Bayan ehsasat. Ebraz ehsasat. Igit. Ist das eklig? Ich mige vagan bade. Tanafor angize. Ah. Oh nein, ach na, ich bin stinksauer. یعنی من دلخورم، من ناراحتم. So ein Mist, یعنی لعنتی. در مقابلش, wie schön, das ist cool. چقدر زیبا، خیلی عالیه. Ich habe eine Riesenwut auf Andreas. من خیلی خشمگینم از Andreas. Wahnsinn, toll, klasse. یعنی عالی، همینا یعنی عالی. Menschen sprechen nicht nur mit Worten. یعنی مردم صحبت نمی کنن فقط با کلمات. Sie sprechen mit den Händen und mit dem ganzen Körper. اونها صحبت می کنن با دست ها و با همه بدن. Sie können mit dem Körper Sympathie oder Antipathie. Aggression oder Freundlichkeit ausdrücken. آنها میتونند با بدنشون باحال باشن، ضد حال باشن، پرخاشگر و یا دوستانه. میتونند اینطوری بیان کنند، احساساتشون رو اینطوری میتونند ابراز کنند. Besonders Gesichter können zeigen, ob jemand nervös oder ruhig, ängstlich oder entspannt ist. مخصوصاً صورت میتونه نشون بده که چه کسی عصبیه و یا آرومه، عصبانیه و یا ریلکسه. Die Sprache des Gesichts ist die Sprache der Emotionen. زبان صورت
زبان احساسات، فرویده، تاور، ووت، اکل، انگست، alles kann man mit dem Gesicht ausdrücken, manchmal besser als mit Worten. شادی، غمگینی، عصبانیت، تنفر، ترس، همه میتونه با صورت بیان بشه. گاهی وقتا بهتر از کلمات. In manchen Kulturen zeigt man mehr Emotionen mit dem Gesicht und in anderen weniger, weil das Zeigen von Gefühlen dort nicht höflich ist. در بعضی از فرهنگ‌ها نشون داده میشه بیشتر احساسات با صورت و در برخی کمتر، چون که نشون دادن احساسات در اونجا مؤدبانه نیست. Die Gesichtsausdrücke, die man aus der eigenen Kultur kennt, versteht man am besten. میگه بیان احساسات صورتی که آدم از فرهنگ خودش میشناسه فهمیده میشه بهتر، یعنی بهتر فهمیده میشه. Manche Menschen zeigen ihre Gefühle auch nicht gern. بعضی از مردم دوست ندارن احساساتشون رو نشون بدن. Einige Menschen können Gesichter nicht so gut lesen. برخی از مردم هم نمیتونن صورت رو خیلی خوب بخونند. Aber für uns alle heißt Kommunikation auch mit dem Gesicht und mit dem Körper sprechen. میگه اما برای همه ما ارتباط نام داره همچنین، یعنی ارتباط همچنین با صورت و با بدن هم هست. Auf Emotionen reagieren، یعنی در مورد احساسات عکس العمل نشون دادن. Das ist schön, fantastisch. Das tut mir leid. خب اینا رو همه رو دیگه باید بدونید دیگه. Was ist denn passiert؟ چه اتفاقی افتاد پس؟ این دن اینجا میشه پس. آخه چه اتفاقی افتاد؟ Was ist los؟ مشکل چیه؟ Sei nicht traurig. Sei اینجا، عزیزانی که پروژه گراماتیک رو هم با من خونده باشن میدونن که sei اینجا فعل امر sein هست برای دوم شخص مفرد، یعنی غمگین نباش. Das ist doch nicht so schlimm. خیلی بد نیست. Warum bist du so traurig oder wütend؟ چرا تو خیلی غمگین یا عصبانی هستی؟ Sei nicht sauer. یعنی اخمو نباش. Sauer. اخمو. اینجا یعنی اخمو. Du brauchst keine Angst zu haben. یعنی احتیاج نداری که بترسی. Hab keine Angst. Hab هم اینجا امر دوم شخص مفرد فعل haben هست، یعنی فعل haben دوم شخص مفردش که هست می شود، ما اینجا امرش میشه hab. Hab keine Angst. نترس. Nummer 4. Auf Emotionen reagieren. Was sagen Sie dazu? اینو میتونید به عنوان تمرین حالا برای خودتون حل کنید. Nummer 2. Ein deutscher Liebesfilm. یعنی یک فیلم عاشقانه آلمانی. Erbsen auf halb sechs. که حالا این اسمش هست دیگه. Erbsen یعنی نخود. Halb sechs یعنی ساعت پنج و نیم. Was bedeutet der Titel des Films? یعنی موضوع این فیلم چی هست؟ Die Antwort finden Sie im Text. جواب رو میتونید در متن پیدا کنید. خب اجازه بدید من بزرگ بکنم. Ein emotional mitreißender Film, nachdem Sie die Welt mit anderen Augen sehen. خب میگه که یک فیلم هیجانی، یک فیلم هیجانی عاطفی، nachdem Sie die Welt mit anderen Augen sehen. بعد از این فیلم شما میتونید جهان رو با یک چشمان دیگری ببینید. Auf der Reise kommen sich Lili und Jakob ganz langsam näher. در سفر kommen näher یعنی به هم نزدیک میشند. kommen sich näher. کیا؟ لیلی و یعقوب. ganz langsam. آهسته آهسته. Erbsen auf halb sechs. Beiden
Dreharbeiten. Yani der Tule Sequenz ha. Eine Tragikomödie, die sich auf sympathische und humorvolle Weise dem Thema Blindheit widmet. Mir Filme tragische Komödie, که به صورت دلسوزانه، به صورت عاطفی و هومورفوله و کاملا طنز، یک روش عاطفی و طنزی این موضوع نابینایی رو بهش میپردازه. ویدمت یاکوب، حالا این اسمش هست، حالا داخل فیلم و یا اسم واقعی خودش هست. یاکوب ایست این ارفولگرایشر تئاتر رژیسور. Jakub jek kargerdan muwaffaqe teatre. Am Anfang des Films hat er einen Autounfall, an dem er schuld ist. Hop, pas Jakub esme khodesh nist va esme un dar in film hast. Mige dar ebtedaye film un yek tasadof otomobil dare ke dakhelesh un moqasser bude. Er wird blind un nabina mishe. Jakub ist wütend und verzweifelt, weil er seinen Beruf als Regisseur an den Nagel hängen muss und trennt sich von seiner Freundin. یک اصطلاح خوب همینجا هست. میگه که خب یعقوب عصبانی و ناامید، verzweifelt. چون که اون کارش رو به عنوان کارگردان an den Nagel hängen یعنی از دست دادن یک چیزی. میگه چون اون شغلش رو به عنوان کارگردان از دست باید از دست بده، باید رها کنه و از دوست دخترش جدا میشه. Er hat Angst vor der Zukunft und will nicht mehr weiterleben. میگه که اون میترسه از آینده و میخواد که دیگه زنده نمونه. Aber er möchte noch seine todkranke Mutter, die im Russland lebt, besuchen. میگه اما اون میخواد، تمایل داره که مادر مریض روبه موتش رو، مادر مریض روبه موتش رو که در روسیه زندگی میکنه ببینه. Dann lernt er Lili kennen. بعدش اون لیلی رو که این اسم واقعیش هست، این اسم هنریش هست، بعد اون لیلی رو باش آشنا میشه. لیلی ایست فون گبوت اند بلیند. میگه لیلی از بدو تولد کور هست. فون گبوت. زی فیندت زیخ این ایرا ولت گوت زو رخت. خب میگه اون پیدا میکنه به خوبی دنیای خودش رو، یعنی اون راه خودش رو در دنیا به خوبی پیدا میکنه. Gemeinsam machen sie sich auf den langen Weg nach Osten. با هم دیگه اونها در راه طولانی به سمت شرق هستند. یعنی با هم دیگه هم سفر هستند. Die Reise ist Thema des Films. سفره موضوع فیلمه. Ort der Handlung ist Osteuropa. Ort der Handlung میگه اکشن فیلم، یعنی سکانس های فیلم کجا هست؟ اروپا هست، شرق اروپا، اروپای شرقی. Die beiden Blinden kommen manchmal in gefährliche Situationen. میگه هر دو نابینا گاهی وقتا در موقعیت های خطرناک قرار دارند. Trotzdem gibt es auch viel Komik und Humor. میگه البته با این وجود وجود داره خیلی از صحنه‌های طنز. Am Ende des Films sind beide verändert. در پایان فیلم جفتشون تغییر میکنند. Jakub lernt, dass man sein Schicksal akzeptieren muss und Lili verliebt sich in ihn. میگه یعقوب یاد میگیره که آدم باید سرنوشت خودش رو بپذیره. زین شیکزل، سرنوشت خودش رو بپذیره و لیلی عاشقش میشه. لانگزام فیندن دی بایدن منشن زو ایناندر.
یواش یواش دو نفر همدیگر رو پیدا می کنند. زو ایناندر همدیگر رو پیدا می کنند. یعقوب اکلت لیلی وی دی فارب گلب aussieht, nämlich wie die Farbe der Sonne auf einem warmen Stein. میگه یعقوب به لیلی توضیح میده که رنگ زرد چطور به نظر میرسه. شبیه رنگ آفتاب بر روی یک سنگ داغ. لیلی هیلفت یعقوب بای دیا اورینتیرونگ ایم دونکل. میگه که لیلی کمک میکنه به یعقوب در جهتیابی در تاریکی. بایم اسن زوم بایشپیل ایس اس ویشیش تو ویسن وو اتفاس آف دم تلر لیگت. در برای غذا به عنوان مثال مهم دونستنش که کجا چی بر روی در بشقاب قرار داره. لیلی اکلت دن تریک مید دیا اوا. میگه لیلی توضیح میده ترفندهای ساعت رو. شتلن زی زیشتن تلا از اوافا زکت دی بلینده فاو تو کلنرین و دن زگن زی میا اوف ویلچه تایت دست اسن لیگت. میگه تصور کنید که بشقاب مثل ساعته. اون رو خانم نابینا میگه به گارسون زن و بعدش به من بگید که در چه ساعتی غذا قرار داره. حالا این ترفندی هست که برای نابینایان به کار برده میشه. نمبر 2 اینن هر فیلم هرن. فیلم شنیداری رو گوش دادن. هرن زیدی سینه زن زیدی بیلدا و میبینید اکسا رو توصیف کنید. یعنی شما چشماتون رو ببندید، صحنه ها رو گوش بدید و در خیالتون اون عکس ها رو ببینید. وزین لیلی اون یعقوب واس مشت لیلی وی رگیر دی اندر فاو. خب اینها رو میتونید در متن پیدا کنید. میت زاینر تکست گرافیک آرایتن با میت اینر تکست گرافیک آرایتن با یک گرافیک متن کار کردن. لزن زی den Text noch einmal und ergänzen Sie die Grafik, berichten Sie dann über den Film. خب میتونید این رو بازم خودتون انجام بدید چون که متن من کاملا ترجمه کردم. نمبر 4 رد میتل. این رد میتل ها در هر درس خب میدونید خیلی مهم هست. Das ist ein Krimi Action Film. خب میگن یه فیلم جنایی، یک فیلم اکشن. Thriller Liebesfilm eine Komödie. یک فیلم جنایی، یک فیلم اکشن، یک فیلم ترسناک، فیلم عاشقانه و یک فیلم کمدی. واست دو شون این، یعنی تو بودی در این دم فیلم گتس اوم، یعنی در فیلم موضوع در مورد گتس اوم. در اخت در هندلونگ ایست، یعنی اکشن هست یا صحنه اکشن این سکانس این فیلم هست. در فیلم شپیلت این، یعنی فیلمه بازی میکنه در. Das ist ein Film mit von Julia Roberts spielt die Hauptrolle. نقش اصلی. Ich war in dem neuen Film mit Antonio Banderas. یعنی من در فیلم جدید بودم با آنتونیو باندراس. Nummer 5 Informationen über die Schauspieler. اطلاعات بازیگران. هیلمی سینیا گودناسون، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، گبوت 1969 است اینر در بکانتستن تئاتر و فیلم شاوشپیلر ایسلند. متولد 1969 و یکی از شناخته شده ترین بازیگران فیلم و تئاتر ایسلند. Er hat klassisches Theater auf vielen Bühnen gespielt und den Preis als bester Schauspieler für seine Leistung als Hamlet bekommen. In hat ro آخرش رو نگاه کنید gespielt. پس فعل اصلی ما spielen هست. اون تئاتر کلاسیک رو در خیلی از صحنه ها بازی کرده و جایزه عنوان بهترین بازیگر برای
نقشش به عنوان هملت رو گرفته. Der sympathische Schauspieler hat schnell Karriere gemacht. میگه خیلی سریع این بازیگر مهربون خیلی سریع کار خودش رو ساخت. نقش خودش رو گرفت. پیشرفت خودش رو کرد. Auf dem Filmfestival Berlinale bekam er 2000 den Preis als Shooting Star. در جشنواره فیلم برلیناله اون گرفت در سال 2000 جایزه شوتینگ استار رو. Im Jahr 2003 spielte er neben Franka Potene in der deutschen Verfilmung des Romans Blueprint. میگه در سال 2003 اون بازی کرد در یک فیلم آلمانی که از رمان بلوپرینت اقتباس شده. Diese Rolle machte ihn international bekannt. این نقش اون رو تبدیل کرد به یک بین المللی، به یک چهره بین المللی. فریتزی هابرلند wurde 1975 in Ost-Berlin geboren. خب میگه فریتزی در سال 1975 در برلین شرقی متولد شد. Nach ihrer Ausbildung an der Ernst Busch Schauspielerschule begann sie ihre Karriere auf den Berliner Theaterbühnen und spielte dann in New York und Hannover. میگه که بعد از دوره آموزشیش در این مدرسه بازیگری شروع کرد اون شغلش رو بر روی صحنه های تئاتر برلینی و بازی کرد بعدش در نیویورک و هانوفر. Heute spielt sie am Thalia Theater in Hamburg. اون امروزه بازی میکنه در تئاتر تالیا در هامبورگ. Sie bekam im Jahr 2000 den Bayerischen Filmpreis und 2000 den Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle. میگه که اون گرفت این باز هم پرتریتومه به کومنت هست اون گرفت در سال 2000 جایزه فیلم بایرشی و 2004 جایزه فیلم آلمانی رو برای بهترین نقش کناری. Das Magazin Neon wählte sie in die Liste der 100 wichtigsten jungen Deutschen. مجله نئون اون رو انتخاب کرد در لیست 100 جوان مهم آلمانی. Auf dem Film bereitete sie sich mit einem blinden Trainer vor. میگه که در این فیلم اون خودش رو آماده کرد با یک مربی نابینا، با یک مربی نابینا تونست خودش رو آماده کنه. Drei Strategien und Strukturen. استراتژی ها و ساختارها. Orientierung mit der Uhr. یعنی جهت‌یابی با ساعت. Lesen Sie den Text. Wo steht der Kapitän? Zeichnen Sie einen Passagier auf 10 Uhr. میگه که نشون بدید یک مسافر رو در ساعت 10. Die Uhr kann man zur Orientierung und zum Lernen benutzen. ساعت رو میشه برای جهت‌یابی و برای یاد گرفتن استفاده کرد. Auf einem Schiff ist 12 Uhr von. بر روی کشتی ساعت 12 اون جلوه. Hinten ist 6 Uhr و پشتتون ساعت 6. Rechts ist 3 Uhr, سمت راست ساعت 3 و اون links ist 9 Uhr. So kann man sich orientieren. پس آدم میتونه خودش جهتیابی کنه. Wenn man jemandem schnell etwas zeigen will. اگه که بخواید یک کسی رو خیلی سریع چیزی رو بهش نشون بدید. Vokabeln üben, was liegt wo auf dem Fehler, erklären Sie, schließen Sie das Buch und wiederholen Sie. Die Paprika, Fellfell, das Fleisch, Gust, die Erbsen, Nohot, Nohot, Sabz, die Kartoffeln, Sibzamini, die Tomaten, Goje, der Käse, Panier. خب میتونید این رو برای خودتون انجام بدهید. نمبر 2 gegen die Uhr lesen, کاری به این نداره. نمبر 3 indefinita, was meinen Sie, ergänzen Sie die Sätze.
Alle Menschen, اینجا alle یعنی همه. همه مردم لیبن دن زوما. عاشق تابستون هست. اینگه او دا منشه. تعدادی. ونیگه یعنی افراد کمی. میخواد اینا رو شما باش آشنا بشید. وقتی که میگه آله یعنی همه. اینگه یا منشه یعنی تعدادی. یعنی نفرات کم. حالا از ونیگه یه خورده بالاتر هست. فیل مرگن یعنی اکثریت. اکثریت دوست دارند. ونیگه یعنی اقلیت. نمبر 4 مورگن گیمناستیک لوت دینن ورزش صبحگاهی لوت دینن کشش حرکات کششی با صدای بلند هورن زی زو اسپرشن زی ناخ اوند ماخن زی میت زوئست داس رخته اوگن اوف در ابتدا چشم راستتون رو باز کنید دان داس لینکه اوگه اوف بعدش چشم چپتون رو اون دی ناز هخ و بینی رو به بالا دن موند خوندن یعنی دهن رو دایره ای کنید یتس دس لینک اوگ زو حالا چشم چپتون رو ببندید دن دی دن دس رخت اوگ زو یتس دس لینک اوگ زو دن دس رخت اوگ زو چشم چپ و بعد چشم راست رو ببندید Und die Ohren hoch und lachen. و گوشتون رو بالا و بخندید. Guten Morgen, صبح بخیر. Nummer 5 Text lesen, der Genitiv. در مورد Genitiv هم خب ما صحبت کردیم. وقتی که دو تا اسم پشت سر هم بیایند و به هم دیگر ربط داشته باشند ما Genitiv رو میسازیم. Ergänzen Sie aus den Texten auf den Seiten 179 und 181. Der Film, das Ende des Films. خب در مورد صرف Genitiv ها هم شما باید زحمت بکشید فصل دوم گراماتیک رو بخونید. کما اینکه ما اینجا حالا به هر حال چیزایی رو یاد میگیریم ولی به صورت کامل فصل دوم پروژه گراماتیک. خب در پایان فیلم das Gesicht die Sprache خب اینجا شما باید چی بذارید die Zone die Farbe der Zone یعنی شما باید برای حالت فمینین der بیارید و برای حالت نوترال و ماسکولین des بیارید das Gesicht der Sprache des Gesichts plural die Deutschen die Liste der wichtigsten Deutschen یعنی لیست مهمترین آلمانی ها فیلم تیتل عنوان فیلم ergänzen Sie die Titel der Name Rose der Besuch alten Dame ein Tag im Leben Herrn Meier Tage Angst das Haus Horrors die Geschichte Autos خب شما چی فکر میکنید در مورد این Genitiv یعنی شما باید Genitiv رو اگه بلد باشید میتونید اسامی رو که به همدیگه ربط دارند رو بیارید و این خیلی مهم هست دانستن Genitiv برای یک حالت مالکیتی هم هست دیگه ببینید پایان فیلم Die Sprache des Gesichts زبان صورت و یک حالت مالکیتی و ربطی هم داخلش هست برای Genitiv و این خیلی مهم هست حالا ما اینجا استوب میزنیم و چون زیاد شد ادامه درس رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله یک کانال سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. پس تا جلسه آینده. چیز.